سلام به شما، روزتون بخیر. جمعی از فعالان زن چندی پیش منشوری نوشتن و در اون منشور یک سری مطالبات رو مطرح کردن. اولین نسخش در دوم دی در سایت بیدارزنی منتشر شد. پس از اون دوباره این منشور بازنویسی شد توسط فعالان زن دیگر یا همان فعالان زن و به نام یک قدم عقب نخواهیم رفت دوباره در وبسایت بیدارزنی منتشر شد در روز دوم نهم بهمن ماه. درباره این منشور و در موضوع سرفصل زندگی مشترک و مسائل زنان امروز با سمانه سوادی صحبت می‌کنیم. من سمانه رو دعوت می‌کنم. سلام سمانه جان. سلام، خیلی ممنون، متشکرم، ممنون از دعوتتون. عالی. خب بریم سراغ سوال اولمون. اولین سوال اینه که به نظر شما به عنوان فعال حقوق زن و کارشناس مسائل زنان و حقوق، اگه ممکنه بگید که در حوزه تبعیض جنسیتی و زندگی مشترک تو این حوزه در حال حاضر در ایران چه مسائل خیلی عمده‌ای وجود داره که زنها و اقلیت‌های جنسی رو بهشون تبعیض وارد میکنه و اونها رو آزار میده؟ من فکر می‌کنم این سرفصل یکی از بزرگترین سرفصل‌هایی که میشه در موردش صحبت کرد. دلیلش هم اینه که خب هممون می‌دونیم اساساً یکی از پایه‌های حکومت جمهوری اسلامی تبعیض علیه زنان و جامعه کویر هست و داره به شکل سیستماتیک در طول چند دهه متمادی اونها رو سرکوب می‌کنه. در نتیجه وقتی سرکوب و تبعیض انقدر وسیع هست، طبیعتاً صحبت کردن در مورد اینکه کدام یک از این تبعیض‌ها رو باید بهشون بپردازیم، در مورد کدام یکیشون باید صحبت بکنیم، یک سرفصل بسیار بزرگیه. اساساً همونطوری که میدونین قوانین در جمهوری اسلامی الهام گرفته از آن چیزی که گفته میشه فقه اسلامیه. اما من میخوام توجه خودمون رو به این نکته جلب بکنم که از متحجرترین فتواهای فقه اسلامیه، یعنی حتی یک مسئله مثل ازدواج دختران یا ازدواج موقت، اینها در فقه فتاوی متفاوتی در موردشون وجود داره. اما جمهوری اسلامی رفته گشته اون جایی که گفته دختران برای ازدواج به اجازه پدر نیاز دارن، که خب خیلی سرکوب کننده است، اومده اون رو انتخاب کرده. یا ازدواج موقت رو مثلا میدونیم اهل سنت اصلا ازدواج موقت باور ندارن، اما جمهوری اسلامی باز اونجا از اونجایی که میاد به زنان رو در واقع به انقیاد میکشونه، میاد میگه خب مردان میتونن ازدواج موقت تا هر چند شماره که میخواهن میتونن داشته باشن. در نتیجه باید بدونیم که داریم با یک ساختاری صحبت میکنیم، در مورد یک ساختاری صحبت میکنیم که اساساً بر پایه جنس دوم، شهروند دست دوم شمردن زن و نادیده گرفتن و عدم قائل بودن حق حیات برای جامعه کویر بنیانگذاری شد. اصلا این سیستم مسئلش اینه که افراد کویر که اصلا حق حیات ندارن، زنان هم شهروند درجه دوم محسوب میشوند. وقتی که وارد ازدواج میشیم هم با یک ساختار در واقع بسیار بسیار تبعیض‌آمیز و نابرابر فقه اسلامی مواجه میشیم که به خیال خودش یک معادله‌ای اونجا داره. مثلا میاد میگه که مرد مهریه بدهد، نفقه بدهد، در قبالش ارث زن نصف است و زن اصلا حق در اموال به دست آمده در ازدواج حقی ندارد. به خیال فقه اسلامی این دوتا با هم میخونن، میگه خب من همون اول به زن مهریه میدم، مردم میگم نفقه بده، از اون طرف هم زن بشینه خونه بچه بزرگ بکنه و دیگه مشارکت مالی نداشته باشه. به همین خاطر هست اگر که بخوایم در مورد آن چیزی که نمیخواهیم صحبت بکنیم، میدونیم که خب ما این قوانین اسلامی را نمیخواهیم. اما وقتی در مورد آن چیزی که میخواهیم میخوایم صحبت بکنیم، خیلی سخت‌تر میشه، به خاطر اینکه میگیم کلا هر آن چیزی که هست رو دیگه نمیشه بگیم اینجاش رو تغییر بدیم، اونجاش رو درست کنیم، اینجاش رو یه ذره بهتر بکنیم. تمام این بنیانی که وجود داره باید، نه حتی بگم که بلرزونیمش که بریزه، نه، باید کلا خراب بشه و یک طرحی نو کلا
ریخته بشه، که خب ریختن طرح نو کار آسونی نیستش. در حوزه ازدواج اساسا در حوزه خانواده حق حیات، همونطور که گفتم افراد کویر که اصلا حق حیاتی براشون قائل نیست قانون، و مجازات میکنه به در واقع مجازاتی که برای افراد جامعه کویر قائل هست میتونه تا اعدام بره. پس در نتیجه وقتی میایم به مسئله خانواده نگاه میکنیم، باید حواسمون باشه که پس اولین بزرگ، یکی از بزرگترین تبعیض‌ها اینه که حق حیات و در نتیجه حق تشکیل خانواده برای افراد کویر در نظر گرفته نشده. وقتی میایم در مورد زنان صحبت میکنیم، زن در ازدواج تقلیل داده شده به کارگر خدماتی و کارگر جنسی. ما وقتی میایم میگیم بزرگترین مسئله‌ای که در این حوزه وجود داره اینه که بفهمیم که اساسا ازدواج چیست، یعنی یک معنای جدیدی به ازدواج و به در واقع حتی همباشی افراد بدیم که در اون زن به مثابه کارگر جنسی و کارگر خدماتی در اون زندگی به حساب نیاد. میدونیم یه بخش بزرگی، حالا به جزو مسئله که زن حق طلاق نداره، لاجرم باید تمکین بکنه وگرنه مرد میتونه در دادگاه بره ازش شکایت بکنه، وقتی که وارد مرحله در واقع اگر که بخواد مادر بشه یک فرد، اونجا مشکلاتش 200 چندان میشه، چون حق پایان خودخواسته بارداری نداره، حق پیشگیری از بارداریش بسیار بسیار محدوده، و بعد زمانی که فرزندی داشته باشه هم حقی نسبت به اون فرزند نداره. در مورد مسائل مالی هم همونطور که گفتم اساسا زن شریک مالی همسر خودش محسوب نمیشه. یه کسی که میگم مثل یک نیروی خدماتی، خدمات جنسی و خدمات خانه‌داری و فرزند آوری و فرزند پروری رو میاد ارائه میده، و مسلمانانی که در واقع اسلامیونی که حالا حتی به فقه پویا هم یک ذره باور دارن میگن میتونه درخواست حق و زحمه بکنه. خب یعنی اینو به عنوان یک امتیاز در نظر میگیرن، میگن زن میتواند حتی در قبال شیر دادن به بچه درخواست بکنه که من حقوقی بدهید، و متوجه نمیشن که این حرف چقدر متحجر، چقدر واپسگرا و چقدر بر علیه زنان هست. یعنی زن داره به فرزند خودش شیر میده، در حالی که در اسلام همونطوری که میدونیم در قوانین ما، در قوانین جمهوری اسلامی، ولی فرزند پدره، و اون شیر دادن به خاطر اینکه مادر اصلا ولی فرزند، یعنی تو مثل یک دایه میای به بچه شیر میدهی، میتوانی در قبالش درخواست پول بکنی، یا حتی برای کارهای خانه، برای تمیز کردن خانه، و اینها همه نشان دهنده همینه که آن بچه، آن خانه، زندگی اصلا مال زن نیستش، مال مرده. پس در نتیجه زن میتونه برای انجام دادن اون کارها درخواست یک حقوقی رو از همسرش داشته باشه. و بعد هم میتونیم به مسئله ارث بپردازیم که در ارث هم بسیار یک نابرابری بسیار جدی وجود داره. زنی که باز هم که نشأت گرفته از همین نگاه دیگه که اساسا زن در اون زندگی سهمی نداره، پس در نتیجه وقتی که همسرش از دنیا بره، تمام آن خانه زندگی که ساخته تنها و تنها یک هشتمش میاد و سهم زن میشه. از طرفی همه حقوقش رو زن موقع ازدواج دو دستی تقدیم به همسرش میکنه، حق خروج از کشور، حق کار، حق تحصیل و همه اینها. به همین خاطر اینکه مسائل عمده کدوم ها هستن، واقعیتش اینه که تمام مسائل زنان وقتی که میرن وارد ازدواج میشن به نوعی به همسرشون مربوط میشه، و در نتیجه جزء مسائل بزرگ زنان محسوب میشه. حالا احتمالاً میشه گفت مثلا در کلان شهرها شاید این خیلی بیشتر جا افتاده باشه، در موردش صحبت شده باشه که مثلا مردان راحت تر خروج از کشور و اجازه خروج از کشور رو به همسرانشون بدن. من مطمئنم تقاطع‌های طبقاتی اینجا وجود خواهد داشت، میتونیم در موردش صحبت بکنیم. وقتی در مورد افراد دارای معلولیت میخوایم صحبت بکنیم، اون زنان چه مسائلی براشون بزرگتر و پررنگ‌تره. و همین خاطر فکر میکنم که همشون میتونه مسائل مهمی باشه. حالا در کلان شهرها و هر چقدر نزدیکتر به مرکز باشه، بعضیشون کمی حل شده تره، کمی زنان راحت تر با همسرانشون در موردش مذاکره میکنن، شروط ضمن عقد میگیرن، و هر چقدر از مرکز دورتر میشیم در مورد زنان کم برخوردارتر صحبت میکنیم، طبیعتا اون قدرت چانه زنی زنان هم پایین تر میاد، و در نتیجه مسائل میتونه برای اونها پررنگ تر باشه. مرسی. حالا بریم سراغ منشور. توی این منشور
یه سری موارد رو ذکر کردن که خب الان من یه مقدار کوچیک کوچیک میخونم سرتیتراش رو و بعد میخوام ببینم که انتقاد شما به این موارد چیه. شاید موردی باید باشه که اضافه بشه، شاید باید کم بشه. چه نقدی شما دارید؟ حق ثبت قانونی ازدواج برای زنان، مردان و جامعه رنگین کمانی پس از 18 سالگی فقط با رضایت طرفین و حذف اجازه پدر و به رسمیت شناختن هر نوع از زندگی مشترک. منع قانونی چند همسری. منع قانونی ازدواج اجباری و مجازات آمرین و آملینش. حق طلاق برابر. حقوق و مسئولیت‌های یکسان در ارتباط با مالکیت، سرپرستی و مدیریت اموال برای هر دو طرف در ازدواج رسمی یا غیر رسمی و هر شکل دیگری از زندگی مشترک، حین و پس از انحلال رابطه. حق تصمیم گیری برای بارداری و تعدد فرزندان متعلق به فردی که فرزند رو به دنیا میاره، یعنی مادر. حقوق و مسئولیت‌های یکسان طرفین هر دو زندگی مشترک در ارتباط با کودکان بیولوژیک و غیر بیولوژیکشون فارغ از رسمیت حقوقی رابطه. اینها مواردی بوده که در نسخه دوم منشور ذکر کردند. نظر شما در مورد این موارد چیه؟ من دوست دارم قبل از اینکه حالا وارد نقد و در واقع نظر بشیم بگم که اساساً منتشر شدن همچین منشوری به خودی خود فرخونده و مبارکه. اینکه مسائل زنان وارد ساحت عمومی بشن، در فضای عمومی فضا اشغال بکنن و مورد بحث و گفتگو گذاشته بشن، به نظر من خودش یه گام بزرگیه و میتونیم بعدن دیگه بعد از اینکه این گام بزرگ از طرف گروهی از فعالان برداشته شده که بسیار هم مبارکه، دستشون درد نکنه، خسته نباشن، میشه دیگه بیشتر در موردش گفتگو کرد. دو تا به نظر من چاله وجود داره وقتی که میخوایم در مورد حقوق زنان در ازدواج یا حقوق افراد در ازدواج در جمهوری اسلامی در ایران فعلی صحبت بکنیم. اون چاله کلیگویی و چاله تقلیلگرایی ممکنه تو این دوتا چاله بیفتیم که دلیلش هم من اصلا تعجب نمی کنم حتی اگر من در این گفتگو در یک از این دو چاله بیفتم، به خاطر اینکه همونطور که گفتم ما با یک ساختاری طرف هستیم که اصلا اینطوری نیست که بگیم میشه معایبش رو برطرف کرد، کلن باید خراب بشه و یک ساختار متفاوتی بیاد جایگزینش بشه. و چون به همین دو دلیل در واقع به این دلیل این دوتا چاله بزرگ ممکنه سر راه هممون قرار بگیره. اینکه بیایم بگیم مثلا ازدواج برابر ممکنه که شبیه کلیگویی باشه. اینکه بیایم مثلا در مورد اونجایی که انتخاب تعداد فرزندان و اصلا آیا فرزند داشتن و نداشتن با مادر است هم به نظر تقلیل گرایانه میاد، چون برای من این پرسش ایجاد میشه که چرا نام پایان خود خواسته بارداری نمیاد؟ چرا نمیگیم که بله من میگم پس زنان، پس ما داریم در مورد انتخاب زنان برای بارداری، حق باروری زنان داریم صحبت میکنیم، زنان و تمام افراد دیگری که میتوانند باردار بشوند. اینطور با خودمون فکر میکنیم که خب پس حق دارد از بارداری جلوگیری بکند، حق دارد هر چند تعداد که بچه میخواهد داشته باشد یا نداشته باشد، و حق دارد اگر بارداری ناخواسته داشت به بارداریش پایان بدهد. این که پایان خودخواسته بارداری جایی نداشته در این منشور و حالا با این ادبیات عنوان شده، برای من جای سواله که آیا تقلیل گرایانه هست یا فقط از چشم به دور مانده. در مورد یک مسائل دیگری مثل چند همسری را ممنوع کنید هم باز به نظر من خیلی سوال برانگیزه. چند همسری منظورمون آیا آن چهار همسر رسمی است یا میخوایم ازدواج موقت رو هم بگیم ممنوع باشه؟ اصلا ما الان تکلیفمون با ازدواج موقت با ازدواج اسلامی چیه؟ تکلیفمون اونجا خواستمون چیه؟ خواسته من مشخص، من میگم ازدواج چه ازدواج دائم چه ازدواج موقت باید چند همسریش ممنوع باشه، اما حتی اونجا یک نفر دیگه باید از من بپرسه که خب پس تکلیف ما با ازدواج اسلامی چیه؟ این مثلا میخوام بگیم آدم ها اجازه ندارن بر اساس مذهب خودشون عقد موقت بخوانن، چون بسیار هم بابه حتی بین خانواده هایی که در ایران الان اینطوریه که میگن نامزد کردی، هم موقع نامزدی یک صیغه محرمیت بین دو نفر خوانده میشه. خب میخوایم با این میخوایم چیکار بکنیم؟ و بعد وقتی از اون عبور بکنیم با مجازاتش میخوایم چیکار بکنیم؟ مردی که میرود با یک زن دیگری یک رابطه فرازناشویی برقرار میکند، مجازات اون در حال حاضر مجازات قابل توجهی نیستش دیگه، چون که
اون همیشه میتونه این توجیه رو داشته باشه که ازدواج موقت بود، خودمان سیغه خواندیمون، اما برای زنها میتواند به قیمت جانشون تمام بشه. اون رو میخوایم چی کار بکنیم؟ تکلیف اون با مجازات برابر در حوزه در واقع چند همسری یا رابطه فرازناشویی چه خواهد بود؟ چند تا بیشتر نیاز به پرداخت بیشتر داره به نظر من این موادی که در منشور ذکر شده. البته اون جایی که ادبیات همان بندی که من میگم که باید به پایان خودخواسته بارداری اشاره نکرده، ادبیات هر آن کسی که بچه دارد بسیار ادبیات مترقیه و باید تشکر کرد از نویسندگان این منشور که توجه داشتن به این نکته. اما میگم در عین حال با وجود ادبیات مترقی به پایان خودخواسته بارداری اونجا اشاره نمیکنه. میاد مسئله اموال رو مطرح میکنه و میگه که اموال در زمان ازدواج و پس از انحلالش باید افراد مسئولیت های مشترکی در موردش داشته باشن و یعنی میاد به حقوق مالی زن یک اشاره گریزی میزنه، اما همچنان باز مسئله اینه که میخواد مسئله این که الان در قانون مردان نان‌آور خانواده هستن اون رو میخواد چی کار بکنه. فکر میکنم در تله مسئولیت های برابر و حقوق برابر هم کمی گرفتار میشه. ما چطور وقتی که زنان کار نامرئی زنان هنوز شناخته شده نیست، چطور مسئولیت برابر برای زن و مرد در ازدواج یا هر دو نفر در ازدواج رو چطور میخوایم اونجا بسنجیم؟ آیا کار خانگی زنان، کارهای بدون مزد زنان رو قرار اونجا حساب بکنیم به عنوان مسئولیت و یا نه منظورمون فقط مسئولیت‌های مالیه؟ به همین خاطر من فکر می‌کنم نکاتی که ذکر شده نکات خوبی هستن، اما قریب به اتفاقشون نیاز به این دارن که بیشتر در موردشون صحبت بشه، بیشتر بهشون پرداخته بشه. در مورد کودکان هم حقوق نسبت حقوق افراد نسبت به کودکان هم باز همون مسئله ولی که در قوانین اسلامی در حال حاضر در ایران وجود داره باز با اون هم روبرو هستیم. یعنی ما میگیم که مسئولیت برابر نسبت به فرزندانشون داشته باشن، یعنی پس مادر هم والد فرزندان باشه و بعد اون موقع آیا از مادر هم میخوایم همونطور که از پدر میخواستیم که نفقه بده به فرزندانش، میخوایم اینجا مادر رو هم بگیم نفقه بده یا نه میخوایم کار نامرئی مادران رو بهش نگاهی داشته باشیم؟ و در مورد مسئله ارث و در مورد مسئله تمکین هم کاملا ساکته. اینا مسائلی هستند که به نظر من مسائل بسیار مهمی هستند. پایان خودخواسته بارداری، تمکین و ارث، اینها هیچ نکته‌ای در موردشون در این منشور وجود نداره که به نظر میرسه خب همه از مسائل بسیار بسیار مهم هستند در مورد حقوق زنان در خانواده. یعنی اون مسئله تمکین اساساً تجاوز قانونی به زنان هست و اینجا از قلم افتاده، پایان خودخواسته بارداری همینطور و مسئله ارث. به نظر میرسه که کلن به این مسائل پرداخته نشده که همونطور که گفتم این بیانیه ها هر بار که میاد، هر بار که در موردش صحبت میشه، یک دریچه و یک پنجره بزرگی باز میکنه برای اینکه هممون بیشتر در موردش صحبت بکنیم و بتونیم شاملتر و کاملترش بکنیم. ممنونم سمانه، خیلی خوب و خلاصه و جامع بحث و جمع شد و راجبش حرف زدیم. مرسی. ممنون از شما برای دعوتتون و بازم میگم بازم من تشکر میکنم از همت دوستانی که منشورها رو مینویسن و این فرصت رو در اختیارمون قرار میدن که بتونیم بیشتر در موردش صحبت بکنیم و همونطور هم که گفتم به واسطه اون ساختاری که باهاش مواجهیم خیلی طبیعیه که ما به سالها نیاز داشته باشیم برای اینکه بتونیم در نهایت به آن منشور جامع و مانع و کامل برسیم. فکر میکنم شاید قبل از همه اینها یه پرسش ابتدایی که باید از خودمون بپرسیم اینه که آیا قوانین قراره بر اساس اسلام باشه یا نه، چون هم از نظر فرهنگی هم از نظر قانونی کلن مسائل مربوط به حقوق خانواده در ایران اسلامی بوده. اگر که شاید به یک اجماعی بتونیم برسیم که بگیم اصلا نمیخواهیم در واقع قوانین هیچ بارقه های حتی اسلامی درش وجود داشته باشه، بتونیم راحت‌تر بحث رو باز بکنیم. اما اونجا هم همچنان باید برگردیم به اینکه خب پس مسلمانانی که میخوان در ایران زندگی بکنن
و در ایران زندگی میکنن، آیا اونها اجازه دارن بر اساس اسلام خودشان مثلا ازدواج بکنن و طلاق بگیرن؟ و این چالش بسیار بزرگه که اون وقت با این مسئله میخوایم چی کار بکنیم. چون حتی میدونیم مثلا در کشور انگلستان چند همسری ممنوعه، اما با این حال زنانی که زنان و مردانی که اینجا در این کشور زندگی میکنن مثلا ازدواج موقت میکنن به همان شکل‌های نکاح اسلامی خودشان بدون ارتباط به قانون. باید این بحث میگم میتونه بسیار ادامه داشته باشه، اما با دونه دونه چالش‌هایی که بر سر این راه در این راه باش مواجه میشیم در موردشون بحث و گفتگو بکنیم. درسته، پیشفرض این، حالا ما می‌خواستیم بحث رو تموم کنیم، پیشفرض این اینه که یه حکومت سکولار هست و یه حاکمیت شورایی وجود داره، یعنی اوضاع کاملا عوض شده و مذهب دیگه، شرع و مذهب دیگه قوانین رو تعیین نمی‌کنه، بنابراین اون از بین میره. ولی بله، جزئیات وجود داره، چون به هر حال ما یه گروه مسلمان در ایران خواهیم داشت و حق دارن که در موردش فکر بشه و قوانینی باشه که اونها رو هم حمایت بکنه. مرسی، خیلی ممنون که وقت گذاشتید. متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. Thank you.